الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله, الله الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وفوضوا امر إلى الله ان الله بصير بالعباد رب اشرح لي و ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه و قولي الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله بارزوی سعادت و خوشبختی و توفیق برای یکایک شما عزیزان و با عرض سلام و عرض ادب وارد فصل سیزدهم از مرحله نهم نه شویم و یه بحث مختصری درباره سکون در این فصل مورد بحث قرار می گیرد و انشاءالله سعی می کنیم که این بحث را به صورت کوتاه شاره کنیم و انشاءالله اگر امکانش بود از فصل بعد هم اطالب را خدمت شما تقدیم کنیم خب این فصل سیزده وقتی درباره سکون حرف میزنیم باز هم از اموری هست که در واقع نسبت با حرکت داره چون موضوع بحث اصلی همین حرکت هست و حرکت هم به اعتبار این که موجودی از قوه به فعل تبدیل میشه و به واسطه حرکت این اتفاق ها رخ میدهد لذا در این مرحله از حرکت خیلی بحث شد و یک از امور مربوط به حرکت هم همین بحث سکون هست که ما باید اول سکون رو بشناسیم نسبتش رو با حرکت بدانیم و بعد هم ببینیم که این سکون چگونه تحقق داره آیا به صورت یک مفهومی سکون مطلق میشه ب... پیدا کرد در خارج یا نه حتما این سکون به صورت یک امر نسبی میتونه وجود داشته باشه در نسب مفهوم سکون بیان میکند که وقتی ما حرکت و سکون را با هم مقایسه میکنیم کاملا به این نکته پی میبریم که این امکان ندارد که یک جسمی حالا هر متحرکی هم دارای حرکت باشد از جهت واحد و هم در واقع از سکون برخوردار باشد این رو کاملا مشاهده میکنیم به دلیل اینکه مشخص هست که حرکت یک امر سیال هست یک امر وجودی هست ولی سکون وقتی ازش تعبیر میکنیم میبینیم این سیالیت در او وجود نداره و به همین جهت از یک جهت در زمان واحد نمیتوانیم یک شی را بگیم هم ساکن هم متحرکه خب وقتی این دو قابل اجتماع نبود میریم به سراغ این که منظور از سکون چی میتواند باشد؟ آیا سکون به معنای همون عدم حرکت هست یا نه سکون به معنای عدم تغییر هست که در مقابل اگر ما آمدیم گفتیم در یه جاهایی ممکنه تغییر نداشته باشیم یعنی یک امر ثابت باشد ثابت ها دوباره برمیگردد به یک سر اموری مجرد خب این به مجردات اشاره میکند آیا مراد از سکون اونه میگه نه مراد ما اون نیست بلکه به معنای همون عدم حرکت هست پس حرکت را ما میتوانیم یک امر وجودی بدانیم و سکون را هم یک امر عدمی بدانیم وقتی این نسبت وجود و عدم بین حرکت و سکون پیدا شد دیگر از نسبت اربعه بخواهیم بخواییم نسبتشون رو بررسی بکنیم که چه نسبتی دارد آیا تقابلشون تقابل تناقض هست یا عدم و ملکه هست یا تزایف هست یا تزاد هست از این که یک طرفش امر ادمی شد مشخص می شود که تقابلشون به تزایف و تزاد نخواهد بود برای اینکه چون تزایف و تزاد بین دو تا امر وجودی اتفاق میفته و در اینجا سکون امر ادمی شد و به همین جهت نمیشه اون تضایف و تضاد را بین اینها برقرار دانست لذا برمیگردیم به سراغ اون دو تا امر تقابل دیگر که یا تناقض باید باشد یا عدم و ملکه میفرماید که تناقض هم نمیتوانیم سکون و حرکت رو از قبیل تناقض بدانیم برای این که اگر ما بیاییم سکون رو در مقابل حرکت به معنای دقیق کلمه قرار بدیم خب باید سکون بر هر چیزی که حرکت نباشد باید صدق بکند حتی بر اون عقول مفارق که مجرد هستند و ولی این گونه نیستن که ما برای این مجردات هم بگیم ساکنند. خب اونا مجردن پس سکون در اینجا دقیقا در موارد به کار می رود که حرکت نداشته باشد ولی از شعن حرکت برخوردار باشد یعنی امکان داشته باشد که حرکت بکند ولی فعلا این حرکت را نداشته باشد که دقیقا از قبیل تقابل عدم و ملکه خواهد بود پس مشخص شد که تقابل بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملکه هست نکته بعدی که اشاره می کند این است که ما در خارج نمی در میان جواهر مادی یک امر که به صورت مطلق ساکن باشد پیدا بکنیم چرا؟ به خاطر که در حرکت جوهری بحث شد که جواهر کلن متحرک هستند و نمیتوانیم توانیم یک جوهری که هیچ گونه حرکتی نداشته باشد ساکن مطلق باشد سکون مطلق داشته باشد این رو پیدا بکنیم و به همین ترتیب هم در عرض ها هم نمیتوانیم توانیم یک امر که کاملا ساکن باشد این رو پیدا بکنیم پس سکون مطلق در خارج وجود نداره حالا ما اگر از سکون هم بحث میکنیم چه سکونی رو در مقابل حرکت داریم نسبت سنجی میکنیم میفرماید این سکون حتما سکون نسبی خواهد بود که یعنی ما به نسبه به امر داریم این رو مورد بحث قرار میدیم که بعضی از موضوعات مادی میتواند نسبت به امر دیگر ساکن تلقی بشود هرچند ممکن است که در ذات خودش ساکن نباشد و به همین جد ما از آنها تعبیر به سکون میکنیم و آنها را در مقابل حرکت داریم میسنجیم. این بحث است که در این فصل 13 اون مطرح است عبارتش را خدمت شما تقدیم میکنم و بعد هم از فصل بعد الحرکت و سکون لایجتمعان فی جسمین خب حرکت و سکون در یک جسم با هم قابل اجتماع نیستند اینم البته من جهت واحده فی زمان این واحد در یک زمان و از یک جهت بیاییم بگیم که این جسم هم ساکن هم متحرک و امکان ندارد فبین هما تقابل از این جهت تقابل بین اینها وجود داره و حرکت وجودی هم خب حالا که تقابل وجود داره باید ببینیم که از کدوم یکی از این اقسام تقابل باید باشد میفرماید حرکت که وجودی هست این رو قبلا دانستیم لما تقدم انها نحو الوجود از سیال چون گفتیم حرکت یک نوع وجود سیال و گذرا هست پس وجوده که میگیم وجود سیال لکن نسکون لیسه به امر وجودی اما سکون امر وجودی به حساب نمی آید خب ممکن است اشکال بشود که چرا امر وجودی به حساب نمی آید چون ما در موارد داریم که سکون به جاها به چیزای گفته بشود که اونا وجود داشته باشد لو کان وجودی یعنی میفرماید اگر وجودی هم به حساب بیاید لکان هو الوجود و ثابت اون وجود در واقع یک وجود ثابت خواهد بود و هو الذی بالفعل من کل جهت خب ثابت از چه جهت به معنای این که تغییر نداره به معنای اینکه قوه در آن وجود نداره و از این جهت همه جهاتی که در وجود داره همه جهاتش بالفعله پس تغییر نمی کنند و لیس الوجودات و ثابته و این وجودهای ثابت و هی المجرده که آورده که همین وجودهای ثابت یعنی همون وجودهای مجرد خب این وجودهای ثابت به سکون و لازوات سکون اینا رو ما نمی توانیم به وصف سکون و یا ذاتی که دارای سکون باشه اینا را متصف بکنیم خب اینم در حالی که میبینیم این وجودهای ثابت حالا اگر ما بیاییم سکون را به معنای امر مجرد بدانیم میفرماید که حال نمی شود این وجودهای ثابت را ما به سکون متصف بکنیم یا دارای سکون بدانیم فل حرکت پس این سکونی که ما گفتیم در مقابل حرکت اینا معنا ندارد فل حرکت وجودیه و سکون ادمین پس برمیگردیم به همون معنای دیگه سکون که معنای عدمی اون باشد و معنای وجودی اون دیدیم که صحیح در نیامد فلا تقابل تقابلهما ما تقابل و پس روشن شد که وقتی یک طرف امر وجودی باشد و دیگر طرف امر عدمی باشد تقابلشون هم تقابل, تقابل تزا... تزایف و تزاد نخواهد بود به دلیل اینکه تزایف و تزاد بین دو تا امر وجودی هست اینجا یک موردش عدمی هست و لیسا به متناقضین خب حالا که گفتیم یک طرف وجودی هست و طرف دیگر سلبی خب میشه گفت تقابل به تناقض خب میفرماید نه تناقض هم نیست چرا و الا صدق سکون الا کل ما لیسا به حرکت اگر تقابلشون به تناقض می باید بگیم ح... یا موجودات را تقسیم بکنیم بالاخره بگیم یا حرکت داره یا یا سکون هست به یک از این دو و سکون باید بر هر چیزی که حرکت نداشته باشد باید اطلاق بشود در حالی که ما این رو نمیبینیم و میبینیم بعضی از چیزهای حرکت نداره ولی سکون بر اونها گفته نمیشود و الا یعنی اگر این تناقض می بود صدق از سکون علا کل ما به حرکت خب سکون در مقابل حرکت باید باشد هر چیزی که حرکت بر اون صدق نکند سکون باید بر اون صدق بکند و اگر این گونه باشد کل الاقول مفارقه التي بالفعل من کل جهه خب این اقول مجرده که از همه جهات اینا بالفعل هستن و افعالشون هم همینطور بالاخره فعلیت داره باید سکون بر اونها گفته شود در حالی که گفته نمی شود پس سکون عدم الحرکه مما من حرکت پس اون معنایی که برای سکون باقی میماند این است که سکون همون نبودن حرکت هست اون در جایی که این شعنیت حرکت را داشته باشد یعنی اگر ما آمدیم یه مورد را گفتیم این حرکت ندارد ولی این قابلیت را باید داشته باشد که متصرف به حرکت بشود فت تقابل بینهما ما تقابل العدم و پس تقابل کاملا تقابل عدم و ملکه خواهد بود این نکته اول لکن لا یعلم ان لیس للسکون مصداق فی شیء من الجواهر المادیه خب حالا که ما آمدیم نسبت بین سکون و حرکت رو مشخص کردیم میریم به سراغ این که این سکون در کجا در مقابل حرکت قرار میگیرد. کجا حرکت نباشد سکون هست آیا می توانیم جایی را پیدا بکنیم که حرکت نداشته باشد و در واقع یا سکونی پیدا بشود که اونجا از قابلیت حرکت برخوردار باشد میفرماید باید دانسته شود که برای سکون مصداق در شیعی از جواهر مادی نمیتوانیم پیدا بکنیم و به تعبیر دیگر سکون مطلق که هیچ گونه حرکت در آن وجود نداشته باشد در جواهر مادی راه نداره چرا لما تقدم انها سیالت الوجود به دلیل اینکه قبلا اینا رو ما بیان داشتیم که جواهر مادی از حرکت جوهری برخوردار هستند و وجود سیال دارند و نمی بینیم جوهری که مطلقا ساکن باشد هیچ گونه حرکتی در آن وجود نداشته باشد ولا فی شیء من اعراضها اتاب ال موضوعات الجوهری فی الحرکت در شیء از ارزها هم نمیتوانیم سکون مطلق پیدا بکنیم که این عرض هم تابع موضوعشون هستن اون موضوعات جوهری تابعیتشون هم در حرکت یعنی وقتی جوهرشون و موضوعشون متحرک باشد خب این ارزها هم متحرک خواهد بود و سکونی که هیچ گونه حرکت در آن پیدا نشود پیدا نمی شود لقیامی ها به ها به خاطر اینکه اعراض هم قیامش به واسطه همین موضوعات جوهریشون هست خب پس میگیم از این سکون که بحث کردیم کجا به درد میخوره میفرماید نه هناک از سکون و نسبی للموضوعات المادیه بله موضوعات مادی از سکون نسبی برخوردار هستن یعنی نسبت به چیزی میتونیم بگیم ساکنه ولی نسبت به چیزی دیگری هم ممکنه ساکن نباشد که رو به ما طلب بسد بهی ثانی، الالحرکات ثانیه الاتف المقولات الاربع العرزیه خب این موضوعات مادی که به سکون متصف میشود؟ میگه چه بسا متلبس میشود به سکون در مقایسه با حرکت های دوم که این حرکت های دوم در مقولات چهارگانه ارزین رو ما می دانستیم. مثلا می گفتیم، کم و کیف و عین و وز را که مشاین هم این حرکت را قبول داشتن اونا میگن موضوع این مقولات اربع ساکنن یعنی حرکت ندارن خب به نسبه به این موضوعات و این عرز که در واقع از حرکت دوم برخوردار هستند ما می توانیم موضوعاتشون رو نسبت به اینها ساکن بدانیم در این حرکت نباشد این هم نکته دیگری که بیان شد و در واقع کاملا مشخص شد که حرکت در جوهر وقت وجود داشته باشد ما سکون مطلق نمی توانیم پیدا بکنیم بله به نسبت می توانیم بگیم که در یک موارد هم بعضی از عرص ها حرکت دومی رو هم دارن که موضوعاتشون اون حرکت را ندارن خب حالا ممکن موضوعاتشون دوباره حرکت دیگه ای را داشته باشن که در جوهرشون متحرک باشن اما فصل چهاردهم در این فصل چهاردهم هم, هم یه مباحث روشن اشاره شده است که ما هم با همین بیان عبارات به بعضی از تقسیماتی که برای حرکت وجود داره این تقسیمات رو اشاره میکنیم به دلیل این که اینها مباحثی است که قبلا مکرر یاد شده و از اونها سخن به میان آمده است ما هم فقط با همین ذکر عباراتی که بیان میشه اکتفا میکنیم که انشاءالله بتوانیم در این زمان باقی مانده این بحث را هم به پایان برسانیم خب آخرین فصل این مرحله این فصل چهاردهم هست که درباره تقسیمات که در باره خود حرکت به وجود می آید و این تقسیمات هم به طبع اون لوازم و مقد... مقومات حرکت پیش می آید می فرماید تنقسم الحرکه به انقسام الامور سته التي تتعلق به ها حرکت به سبب تقسیم پذیری که در امور ششگانه که متعلق به حرکت هست و زاد حرکت به اون امور تعلق پیدا می کند انقسامات همه پذیره خب چگونه ما در بحث حرکت دانستیم که حرکت آغازی داشت، انجامی داشت، متحرک داشت، محرکی داشت، زمانی داشت و مکانی داشت و این شش امر خب باعث می شد که حرکت اینا رو باید داشته باشد هر کدام این امور می تواند تقسیمات رو بپذیرد و ما در این فصل به اون تقسیمات اشاره می کنیم می فرماید فنقسام ها المبدع و المنتها خب ما یکی از اموری که حرکت بر آن متوقف بود داشتن مبدا و منتها بود آغاز و انجام بود آیا تقسیمات از این جهت برای حرکت پیش میآید میگه بله تقسیماتشون به این هست که میگیم کل حرکت من عین کذا الا عین کذا حرکت از کجا تا کجا خب می بینیم که اینجا کاملا مشخص هست و حرکت من القعود الى القیام از این که از حالی نشسته به حال استاد انسان حرکت میکنه تغییر میکنه حرکت من لون کذا الا لون کذا حرکت از یک رنگی به رنگ دیگر که مثال میزدیم حرکت سیب از سبزی به زردی میگراید یا سیبای قرمز به قرمزی و سرخی میگراید و حرکت الجسم من قدر کذا الا قدر کذا یا از توانست مثلا کمیتشون از یه مقدار به مقدار دیگر تغییر کرد. اینا یکی از تقسیمات هست که مشخصه و خیلی روشنه و انقسامها به انقسام المقوله خب مقوله هایی که حرکت در اونها اتفاق افتاد یا اون متحرک ها بازم میبینیم تقسیمات روی اون شکل میگیره مثل حرکتی در کیف خب مقوله کیف حرکت رو میپذیره و که در اون مثال های قبلی هم میشد همین رو گفت که کیفیت یک مثلا جسمی تغییر بکند به کیفیت دیگر رنگش عوض بشود و فیل کم در مقوله کمیت هم مقداری اشیا میتونست عوض بشود در مقوله عین هم جاهای اشیا عوض میشود و وضع هم همینطور وضعیتشون متفاوت میشود و این قسام حرکت به قسم موضوع خب حالا ببینیم که اون موضوعات که حرکت روی اونها در واقع شکل میگیره اونها چه تقسیمات رو میتونه داشته باشد باز هم ببینیم موضوعات حرکت میتونه موارد مختلفه باشد و هر مورد یه تقسیم برای حرکت به وجود بیاره مثل حرکت نبات خب گیاهان حرکتی دارن چگونه اینها از اون دانه و بذر بالاخره رویش میکنن و رشد میکنن ساقه برایشون میآید و برگ و باری و امثال اینها و میرسه یکی دیگر از موضوعات حرکت حیوان هست خب دوباره موجودات زنده هم تغییرات رو میپذیره و حرکت انسان هم به همین ترتیب تقسیم پذیری دیگر انقسام حرکت به زمان هست مثل حرکت شبانه حرکتی روزانه و حرکت تابستانی و حرکت زمستانی که اینجا از تقسیمی که به حسب زمان برای حرکت انجام داده خب این رو برده به حرکت شبانه و روزانه که البته میشد این رو با به حرکت ساعت و یک ساعت و دو ساعت و یک ماه و چند ماه اینا مثال می زدیم که تقسیم پذیری حرکت به اعتبار زمان به این شکل دقیق تر هست و انقسام حرکت به انقسام فائل حالا محرک حرکت هم تقسیماتی دارد خب ببینیم فائل حرکت مثل چی؟ کل حرکت طبیعیه یک زمان این فائل حرکت طبیعت است یک زمان حرکت قصری هست که قاصر این حرکت رو به وجود میاره و یک زمان هم حرکت حرکت نفسانیه که نفس انسان باعث تغییراتی میشود قالو این الفاعل القریب جمعی حاضر سور هو طبیعه خب گفته شد که حکما می گفتند که فایل قریب در بسیار از انسوور همون طبیعت هست خب این رو باید توجه کرد که وقتی مرحوم علامه میفرماید که این رو قالو نسبت به بقیه میدن دن خب مشخص هست که خودشان شاید خیلی این حرف را نمی پسندد به دلیل این که در مباحث قبلی به این مطلب اشاره شد که خب در خیلی از موارد ما فایل قریبی در واقع بسیاری از حرکت ها را به عنوان اون امر مجرد می دانستیم و این چیزی را که به عنوان فاعل قریب آمدیم طبیعت را معرفی کردیم در اون حرکت های ارزی مفارق بود فقط اما در حرکتی در جوهر و در حرکتی در امر اون ارزی لازم گفتیم که اونجا طبیعت نیست. خب به همین جد مرحوم علامه شاید روی این نکته آمده و بیان داشته است که بعضی آمدن گفتن که فاعل قریب در همه این صورت هایی که گفتیم طبیعت و تحریک و نفسانی نحوه نحو تسخیر للقوه طبیعه طبیعیه خب این فاعلیت نفسانی هم که نفس انسان میآید آید به این شکل هست که میآید آید قوای طبیعی رو تسخیر می کند و تحت تسخیر خودش این رو کارهای مختلف رو انجام میداد و به همین جهت فعالیت نفسانی به همین شکل و کمک این قوا داره انجام می شود به خاطر اینکه خود نفس ذاتا یک امر مجرد هست که اون خودش دیگه امر مادی نیست که از مکانی به مکانی دیگر حرکت بکند تحریک نفسانی هم که به صورتی تسخیر هست که قوای دیگر را تحت کنترل خودش میگیره و از اونها استفاده میکنه و قال ان المتوسط بین الطبيعه و بین حرکته هو مبدا المیل و بازم یک نکته دیگر را از قول و کما بیان میکنه که اونا گفتن که در طبیعت اینکه عوامل طبیعی کارهای را انجام میدهند و به دلیل اینکه خود طبیعت به عنوان طبیعت بودن خودش در تمام زمانها این کار از او سر نمی زند بلکه این طبیعت در موارد خاصی در زمان خاص این کار را انجام میده خب بالا سوالی پیدا می شود و اون این است که اگر فائل در اینجا طبیعت هست خب چرا این طبیعت همیشه این کار را انجام نمیده که در بعض زمان ها انجام میده و در بعض زمان ها انجام نمیدهد و به خاطر همین مطلب آمده گفته اینجا یک واسطه ای در کار هست که طبیعت به تنهایی همیشه این کار انجام نمیده و اون واسطه از میل که آمده شی دیگر را به نام میل معرفی کردند که هر زمانی این میل پیدا شد طبیعت این کار را انجام میدهد و به همین جد گفتن که متوسط بین طبیعت و بین یک حرکت هو مبدع میل خب این مبدع میل است که وقتی پیدا شد سبب می شود که طبیعت هم کار خودش را انجام بدهد خب این رو وقتی بیان میکنه در واقع باز هم میبینیم که این حرکت در عرص های مفارق ممکنه این میل پیدا بشود اما در حرکت جوهری و همچنین حرکت در عرص های لازم نمیشه این نکته رو هم بیان کرد خب این مطلبی که مرحوم علامه به اشاره میکند حالا این مبدع میل الازی توجیده از طبیعه فی المتحرک خب این مبدع این میل رو دوباره کی وجود میاره؟ این میل رو هم دوباره خود طبیعت در متحرک ایجاد میکنه متحرک چیه؟ همون جسمی که یه صورت نوعی در آن حلول کرده حالا این صورت نوعی دوباره میآید. یک میلی رو اونجا پدید میاره و با واسطه اون میل کارهای خودش رو هم انجام می دهد و تفصیل فی طبیعیات که مرحوم علامه هم که کاملا این مطلب رو باید در مباحث طبیعی مطرح کرد و اونجا این مطلب رو مورد بحث بیشتر قرار داد به هر صورت اون رو که در این بحث اشاره کرد بیان داشت که میل واسطه است بین طبیعت و اون کاری که انجام میشه و حرکتی که پدید میآید که اگر طبیعت این میل رو ایجاد کرد و توانیست خب در نتیجه میشه اون کار هم از طبیعت سر بزنه که اگر این میل نبود طبیعت هم ممکنه اون کار رو انجام ندهد این هم نکته ای که بیان شد و در واقع مطلب به پایان میرسه بعد از این یه خاتمه در پایان این مرحله نهم باقی مونده است که انشالله به این بحث هم به صورت مستقل در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد که مبایز مربوط به قوه هست که هم در ابتدای فصل به او اشاره شد و هم در این خاتمه نکات باقی مانده است که مورد بحث قرار خواهد گرفت تا اون زمان همه شما رو به خدا بزرگ میسپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد